با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 23 از ماه جولای سال 2007 میلادی. در روزهای دوشنبه از ساعت 12 تا 1 در خدمت شما هستیم و در باب مغالطات صحبت میکنیم. بله، مغالطات کار ما با مغلطه بوده و هرچی انحطاط در جامعه فزونی می‌یابد، مغالطات بیشتر می‌شود. خب، اجازه فرمایید که غزلی از استاد سخن، پادشاه نظم و نثر، سعدی بزرگ خدمتتون تقدیم کنم. بعد مطالبی هست که بایستی در باب آن صحبت. روزگاری است که سودا زده روی تو هم، خوابگه نیست مگر خاک سر کوی تو هم. به دو چشم تو که شوریده تر از وقت من است، که به روی تو من آشفته تر از موی تو هم. نقد هر عقل که در کیسه پندار بود، کمتر از هیچ برآمد به ترازوی تو هم. چشم بر هم نزنم گر تو به تیرم بزنی، لیک ترسم که بدوزد نظر از روی تو هم. زین سبب خلق جهانند مرید سخنم، که ریاضت کش محراب دو ابروی تو هم. دست مرگم نکند میخ سراپرده عمر، گر سعادت بزند خیمه به پهلوی تو هم. تو مپندار که از این در به ملامت بروم، که گرم تیغ زنی بنده بازوی تو هم. سعدی از پرده عشاق چه خوش میگوید، ترک من پرده برانداز که هندوی تو هم. به به، ترک من ای زیبا روی من، پرده برانداز که هندوی تو هم، یعنی غلام تو هستم. بله، سعدی از پرده عشاق چه خوش میگوید، ترک من پرده برانداز که هندوی تو هم. خب، همونطور که خدمتتون بارها عرض کردم، روز 5 آگوست در شهر دالاس هستیم، در پلینو، در کانونشن سنتر پلینو، در باب دموکراسی در ایران صحبت میکنیم. اطلاعات دقیق تر رو فردا شب ساعت 8 شب خدمتتون خواهم داد. هر شبت که در این 48 ساعت گذشته اتفاقات خیلی جالبی و خیلی دردناکی روی داد برای بنده. روز شنبه یکی از دوستان، آقای فروزش، دوست قدیم من، هم قطار سابق، بنده رو دعوت کرده بودم به منزلشون بی اطلاع. گفتیم خب دوستان جمعن، ما هم ملحق شویم. و رفتیم دیدیم که بله، همه هم قطاره قدیم هستن در اونجا، تعداد حدودا 15-16 نفری. و بنده مطلع نبودم که این میهمانی رو آقای فروزش به خاطر بنده دادن و صحبتی هم کردن و اینها. یه اندازه بنده رو شرمسار کردن و بسیار هم خوشحال شدم در حقیقت دیدن دوستان قدیم. و در اطراف این میز بلندی که بود نگاه میکردم، چه دوستان شریف، مجرب، تحصیل کرده. فکر میکردم که ما چه مردمان پریشانی هستیم که همواره آدم های خوب ما بایستی فراری باشن از کشور. فکر میکردم به جای دوستان که اونجا بودن ضرورتی نظر نامشون رو ببرم، چه کسانی نشستند و کار میکنن. باری شب بسیار خوبی بود. سپاسگزارم از دوست قدیم و عزیزم آقای فروزش، سپاسگزاری میکنم از بانوی بزرگوار و کسانی که زحمت کشیدن برای اون برنامه. البته هدیه بسیار زیبا هم به بنده از عنایت کردن. باری آمدیم و بعد که آمدم حدود ساعت 2 ایناش، شنیدم که خانوم
دوست بسیار عزیز دیگرم آقای هوشمند عقیلی در بیمارستان هستن. باری گفتیم خب اتفاق افتاده است، ایشون هم بیمارستان هستن. فردا باز به ما گفتن که ایشون فوت شدن، ما نمیخواستیم نشاط شما رو دیشب بگیریم که از پیش دوستانتون اومده بودید و خیلی برای من غیر مترقبه بود این خبر، چون عرض کنم که این بانوی بزرگوار هیچ بیماری ناراحتی نداشتن و دیروز هم رفتیم برای تسلیت خدمت دوست گرامی و واقعا یک حادثه بسیار دردناکی بود. خواستم از این فرصت استفاده کنم خدمت دوست بسیار بسیار عزیزم آقای هوشمند عقیلی و خانواده او تسلیت بگویم و بعد زنگ زدم به آقای فروزش برای سپاسگزاری و اینها. خب دوستان نشسته بودن این سو، خانم ها هم اون سو بودن، اینا صحبت شد، گفت که آقا اون دوست بسیار عزیز ما واقعا اهل کرمان هست و واقعا یک گنج شایگانی از فضیلت و معرفت هست این مرد. گفت ایشون آمدند و خانمشون نیامدند، گفتن این مشیری به مقدسات ما توهین میکنه، من برای چی بیم؟ بسیار خوب. گفتم آقای فروزش فردا این موضوع سخن خواهد بود، بنده سخن ایشون رو به عنوان نماینده همه کسانی که گمان میکنن در این برنامه به مقدساتشون توهین میشود عرض کنم، این سخن رو بنده بهانه میکنم و در بابش صحبت و امروز خدمت شما هستن که در باب مقدسات صحبت می‌کنیم. مقدسات ما چیست واقعا؟ ما ملت بزرگ ایران با 5000 سال تاریخ و این فراز و فرودهای شگفت‌انگیز، ما چه مقدساتی داریم؟ مقدسات ما واقعا چیست؟ اجازه بدید که شروع کنیم از مذهب، ببینیم آیا این دین و مذهب واقعا چیز واقعی است، یک مطلب حقیقی است. شما از ژاپن حرکت کنید، در ژاپن تشریف ببرید، اونجا آیین شینتو و بودا و آیین‌های دیگر از زن غیره و زالک رو با هر کس صحبت کنید سوگند می‌خورد که کل حقیقت پیش اوست و این بهترین ادیان است و سعادت دنیا و آخرت رو، حالا آخرت که خیلی جا وجود نداره، تعمیم می‌کند و اینها. بیایید به طرف هندوستان، قریب 1500 آیین و دین هست، عرض میکنم از هندویسم گرفته تا بودیسم گرفته و عرض میکنم جینیزم و غیره و زالک و موشپرستی و غیره و اینها همه هست. با هر کدام که صحبت کنی میگوید کل حقیقت پیش اوست و این بهترین ادیان عالم است. در این جینیزم که عرض کنم که منشعب شده است از هندویسم، این مقدس‌ترین چیز در این آیین عضو جنسی مردان است. مجسمه ها هست، عرض می کنم که در این شهر مونتابو که بر سر کوه هست در دجستان، یک معبدی است بیشتر از شاید 100,000 مجسمه های شگفت‌انگیز و دو برادر مسابقه داده بودند که هر یکی بیشتر خدمت بکنه و بیشتر بسازه و اینها، و داستانی دارد که حالا معمار چه ترفندی زد که برادر بزرگتر رو یک فیل اضافه کرد که برادر کوچکتر نفهمید و بعد بعدها فهمید. اینا بماند، مقدس در این چیز عضو جنسی مردان است و وقتی آینا صحبت میکنی مفهومش از اسلام بیشتره، میگوید آقا این سرچشمه توالد و تناسل و تداوم نسل بشر هست، حداقل به انسان برمیگرده. کتاب‌های بزرگ تفسیرها دارن بابت این داستان، اینها دینشونه، خیال میکنن کل حقیقت هم همونجاست. و بیاید این سوترک در پاکستان، قربانت کردم، سنیان نشستن ریش سفید تراشیدن، ریش گذاشتن، یکی بمب هم زیر بغلشون یک 4 تا هندو بکشن. آقا چی کار میکنیم؟ میگوید آقا سعادت دنیا و آخرت اینه که ما هندوها رو بکشیم و عرض می شود که این بهترین دین دنیا همین است که ما داریم و حاضر نیستن گوش بکنن به چیزی. و کشور عزیز خودمان ما رافضی ها، شیعیان جهان، ما تنها شیعه جهان هستیم، جز شیعه هر چه هست و عالم خدا پرست در دوزخ است روز قیامت مکان او. بله عاشق علی اصغر و باقر و غیره و زالک و اینها.
به اروپا، عرض کنم جهان مسیحیت، هزاران هزار دین در جهان هستن. با هر کس هم صحبت میکنیم میگه دین من از همه ادیان بهتره، کس نگوید که دوغ من ترش است. از این ما چه نتیجه میگیریم؟ این همون داستان کل حزب به مالدهی فرحون هستی که هر کس به هر چیزی داده راضی. اما آیا حقیقت پیش کسی هست؟ آیا کسی هست ادعا بکند که کل حقیقت پیش اوست؟ بنده گمان نمیکنم، چون حقیقت یکی بیشتر نیست. پس این دین حقیقتی یونیورسال و جهانی نداره هیچ کدام از این ادیان، به دلایل مختلف از وضعیت جغرافیایی اقتصادی اینها به وجود آمدن و اینها مربوط به دوران جهالت انسان هستن. چرا در دوره‌های اخیر چیزی به وجود نمیاد؟ چرا پیغمبربازی از بین رفته؟ چون مردم دیگه قبول نمیکنن، میخندن کسی آقا من پیغمبر از طرف خدا اومدم، یا بر دنبال کار دیوانه هستی حتما تو. دکارت است که میگوید آقا این دین پایش سسته، چیزی به حقیقت راهبر نیست، و نخواسته وارد جزئیات بشه. در اون عصر عرض میکنم تاریخ اروپا میگوید که من به این دین پایبند نیستم، به جهت اینکه دروازه بهشت برای احمق‌ترین آدم‌ها همانقدر باز است که برای هوشمندترین آدم‌ها. با همین یک دلیل رد کرده و گذاشته کنار، چسبیده به ریاضی. حقیقت یونیورسال خورشید آقا، وقتی طلوع می‌کنه همه می‌گوین از هم صغیر و کبیر آدم ها اینک خورشید. در هر جای جهان شما یک طفل رو بگیرید از پدر و مادر جدا کنید، فریاد پدر و مادر در میاد، فرق نمیکنه چه دین آینی باشه. پس حقیقت یونیورسال و جهانی این حس مادری است، مهر پدری است. در هر کجای دنیا انسانهای عالم فقر ببینن و شکنجه ببینن اینها ناراحت میشن. بنابراین این انسان هست که وجودش یونیورسال هست. اگر تقدسی هست در وجود انسان هست. و این بانوی بزرگوار، بنده میخوام به نقشه جغرافی مهندس میرچی محبت کنی این نقشه رو یک بار دیگه نشون بدیم، ما توضیح بدیم آقا ببینیم ما کجای کاری. تقدس ما در اصغر اکبر اینا چی بوده؟ چرا ما تنها ملت جهان هستیم که شیعه هستیم؟ آقا از همه عاقل‌تریم؟ بقیه نمیفهمیدن؟ برای فرار از این اسلام بود است ما شیعه شدیم، چون شیعه که مسلمان نیست که. میگی نه برید بپرسید، بفرمایید، خواهش میکنم. این جهان اسلام هست، 1,200,000,000 نفر ما داریم نشون بدیم کل جهان اسلام. حالا بگذاریم چارتش هم تو آمریکا سی کم دمدم کجاست فران اینا، این جهان اسلام هست. البته تصور نکنید که همه اینا اسلام، نه، اینا محل سنی‌ها و شیعیان نشون داد. از شمال افریقا، از شمال غربی افریقا ببینید، از اون بالا الجزیره و لیبی و غیره و زالک، اینها همه سنی هستن. این رنگ زرد سبز کم رنگ سنی. میرسیم به عربستان سعودی سنی، به ترکیه اون قسمت که واسه میشه اون بوغاز بسفور اونجا هم نشون داده است نقشه سنی. میایم به عربستان سعودی همه سنی. این بخش عرض کنم که شاخ افریقا که ملاحظه میکنید همه سنی. میرسیم به مملکت خودمون میبینیم شیعه است. السلام علیکم و رحمت الله. بقیه هم همه سنی. آیا حقیقت میشه ماست واقعا؟ چگونه است که اون 1,200,000 اشتباه کردن و حقیقت رو ندیدن، ما حقیقت رو پیدا کردیم؟ پس چرا اونها این همه آدم که شما میبینید اونجا 120 میلیونش فقط در هند هست، 150 میلیون در پاکستان، یه چیز حدود نمیدونم 130 در بنگلادش، همه گرسنه و بدبخت هستن بماند. اما بروید اونجا بگوید اصغر، میگه آقا اصغر چی بود دنبال کار زندگی؟ اکبر اکبر چی میگی اصلا؟ داستان تو چی هست؟ چی داری میگی؟ باقر کیه؟ داستان چیه؟ این حرفا چی میزنی؟ اینا اسلام نیست که آقا جان. اسلام یه قرآنی داره، خدایی داره، محمد تموم شد، چهار تا خلیفه در این عرب. تمام این رنگ سبز کم رنگ کردی شما بری میگی علی، آقا علی هم بعد از عمر رو نمیدونم عثمان علی بوده. خیلی خوب، از بسیار شخصیتش و مقامش و اهمیتش از عمر کمتره به دلیل تاریخی. کاری نکرد آخه این بابا، شرط آدم کشته. غلام خانزاد محمد جنایات هولناک رو میدونی آقا میکرد، پیرمردی بکشه، نمیدونم معابد دیگران رو خراب بکنه، اینا آقا میکرد. مجاهدت هم البته میکرد،
برای گسترش و تحمیل اسلام با شمشیر این آقای کاری میکرد، کاری نکرد برای اسلام. این عمر بوده که کشورها گشوده، اسلام رو گشوده و تمام خزائن ایران و غیره رو وارد کردیم به مدینه. علی که درگیر بود به برادر کشی، برابر این عرب دوستش ندارن اساسا، حساب دوش باز نمیکنن. حالا چرا ما فقط شیعه شدیم؟ برای حفظ این مملکت شیعه شدیم. اگه تقدسی هست در این کشور و مردمشه. ما نمیخواستیم به وجه عثمانی و عمر و طارق غزالی سنی باشیم، آقا ما شیعه میشیم، شیعه زدیم به سیم آخر، خر دجال و امام زمان ته چاه و اینا زدیم به دیوانگی. واقعا که از شر این داستان راحت بشیم، نمیتوانستیم بفهمیم الله چی میگه و این داستان چیه و یه حرف خودمون. بذاریم این توبره رو زمین، ما آدمای مدرن هستیم، قرن 21 هست، بپرسیم آقا این چگونه به ما تحمیل شده، این عقاید دینی من از کجا آمده، آیا من تحقیق کردم، انتخاب کردم؟ این بانوی بزرگوار که احترامش برای من مضاعف هست به جهتی که همسر دوست عزیز من هست، بپرسیم آقا مادر ایشان که ایشون آبستن بود تشمیل بودن عربستان سعودیشون سنی بودن، میرفتن عربستان مسیحی بودن، چه مقدساتی؟ کدوم مقدسات؟ اکبر اصغر که مقدس نیست که، مقدس اون انسان ایرانی است که حقوقش داره پایمال میشه. و گرایش به این نوع تقدسی که شما حساب روش باز کردین به خاطر حفظ این سرزمین بوده، این سرزمین برای مملکت مردمش مقدس بوده که زدی به بازار شیعه‌گری. چرا در هیچ جای نونه کشور شیعه پیدا نمی‌کنه؟ اسلام یک خدایی دارد، میگوید هر کس غیر از خدا رو توجه بکنه بپرستد مشرکه. آقا پس شرک چه معنی داره؟ خب اعراب میرفتن پای همین بتاشون اومدن زدن خورد کردن، عرض میکنن که بتا رو خورد کردن بردن اینا. اکبر اصغر چه تقدسی داره؟ آدم های ضعیف با هزار نوع خطا و اشتباه و عرض میکنم کاستی ها که در ذات هر انسانی در اینا بوده، آویختیم به استخونهای پوسیده نمیدونم رضا بودم چه چیز، خواهرشون برادرشون، این چه داستانی است توی مملکت ما؟ گداخانه درست شد یعنی کشور بزرگ هخامنشی، پرستش استخوان دشمنان این مملکت. اینا حیثیت ما رو بردن، آبروی ما رو برباد دادن، 600 سال ما رو به بردگی و بندگی کشیدن، در استخوناشون رو پرستش میکنیم. مقدسات ما کدوم مقدسات؟ این چیزا کدومش مقدسه؟ تقدسش در چیه؟ امری جهانی است، با رنج انسان ارتباطی دارد، با خوشبختی کل بشر. اکبر اصغر من از این حرفا رو نمیفهمم واقعا. برای حفظ این سرزمین که در معده این اسلام حل نشود و هضم نشود چنان که دیگران شدن، بپرسید آقا چرا در مصر ابو مسلم خراسانی پیدا نشد؟ بابک خرم‌دین چرا در عراق و لبنان پیدا نشد؟ چرا فردوسی در مصر و عربستان اینها پیدا نشد؟ عربستان عرض نمی کنم، مصر رو بفرمایید که خیلی تمدن قدیمی داشت، به جهت اینکه این کشور مخالف بوده، در جنگ بوده، برای اعاده حیثیتش از سیطره این اسلام و عرب جنگیده تا به امروز. هضم نشد این مملکت در معده اسلام آقا، نشد. این یک حقیقتی است. کدوم با قدسات؟ اگر تقدسی هست در مملکت، در خاک توسه که یکی انسانی مثل فردوسی اونجا خوابیده. اینا دشمنان ما بودن، مادران ما رو بردن فروختن، آقا فروختن. بعضی شعرهای ما عرض میکنم که من تعجب میکنم از استاد بزرگان، میترسیدن بیچارا. گرچه عرب زد چو حرامی به ما، حرامی یعنی دوز سرگردنگی، داد یکی دین گرامی به ما.
خب این دین گرامی که نمیستید به هزینه کشتار ایرانیان و دزدیدن از میکنم تاج کسرا و برباد دادن حشمت این مملکت میشه. اگه حرفش حسابی خودش میامد مسیح شمشیر کشید. آقا این مسیح، آقا جان این مسیح، عیسی مسیح 12 نفر دنبالش بودن، نه شمشیر کشید، نه لگد انداخت، نه معبد خراب کرد، نه اختلو گفت، نه یقاتلونه گفت. آقا دینش جهانی تو حرفش حسابی بود. مقدسات ما، مقدسات ما در این سعدیست که اینجا گذاشتم، به حافظ است و فردوسیست و عرض میکنم همه این شاخصهای بزرگ این مملکت است که شرافت و حیثیت ما رو ضمانت کردن، نه اون کسانی که شرافت و حیثیت ما رو برباد دادن. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم برمیگردم خدمت شما. Thank you.
با درود بر شما هموطنان گرامی، موسیقی مقدس ایرانی شنیدید. ساز فرهنگ شریف به چه زیبایی شما هم حتما حس کردید. عرض شود که اجازه بدید که من ریشه دردها رو بگم، چرا ما به این روز افتادیم. اینها رو بایستی در استبداد جستجو کرد، استبداد اسلام و استبداد حکومتی. اسلام عزیز و محترم وقتی که به وجود آمد، عرض می کنم که اونچنان استبداد وحشتناکی حاکم کرد که هیچ کس جرأت این که یک کلام علیه این داستان صحبت کنه نبود، هنوزم نیست. هر کس آمد مسلمان شد، اگر خواستین شبز کنه سرش را بزنید. این مقدسه به نظر شما؟ اگر یهودی، مسیحی، زرتشتی در این محبت زندگی میکنه، برید بگید آقا مسلمون شو. اگه که شد، که شد، مالیات ازش میگیریم مثل بقیه. اگر نشد گردنش را بزنید. اینا کفار کتابی هستن، یاد رحم بکنید در حقشان، بمانند باج به ما بدهند و دینشون رو اجاره کنند. بعد هر روز به اینا تحقیر و توهین بکنید تا بالاخره اینا با زیر فشارهای ما مسلمان بشن. برای چی حالا مسلمان بشن؟ اینا استبدادهای تاریخی است. هیچ کس جرأت نکرده چیزی بگه. آقا هیچ کس نگه آقا این داستان چیست، آقا اینا ای با ایراد داره. این هیچ کس صحبت نتونست بکنه، جرأت نتونست بکنه. دهانش خرد کردن، سنگسار کردن، تکفیر کردن. آقا هزار بدبختی اسلام این است که اصلاح پذیر نبوده، اجازه اصلاح نداده. هر کسی گفت آقا این از جانب خدا اومد، دستش نه، چه چیز از جانب خدا اومده؟ آقا از آسمون فقط برف و بارون اومد، از قربونتون برم تگرگ. اینا مطالب انسانی است، چه رفتی داره به ماورد و طبیعه و نمیدونم چی؟ هزار مغلطه در این کتاب هست، هزار جور سخن متضاد در هم هست، اصلا هیچش به هم بند نیست. خداوند فرموده. چه خداوندی فرموده؟ آقا این مسیحیت راحت شد. علتی که مسیحیت ایستاده است و عرض میکنم خودش رو در حقیقت عجز کرده به قول این فرنگی ها با اساتید، به خاطر اینکه اصلاح در این دین شد. آقا جان گفتن آقا این کشیش نیست که فقط میفهمه این داستان بایبل و فلان حرفا رو، هر کس میخواد. اما اسلام عزیز ماشاءالله به همون خشکی و یوبسی که بوده روز اول هنوزم هست. خب علت بدبختی این همه کشور چیست؟ به بنده بگید آقا، بنده که دشمن اسلام نیستم، که بنده وطنم رو دوست دارم. میبینم مایه نکبت و بدبختی ما شده. نمایندگانش هم ملاحظه فرمایید. خب اینا هستن نمایندگان اسلام مقدس. پس چی هستن اینا؟ اینا بر قدرت نبودن که این قوانین رو اجرا بکنن، حالا به قدرت رسیدن دارن اجرا میکنن. بنده و شما فراری هستیم، نمیدونم 500 هزار کشته و مملکت بدبخت و بیچاره و عقب افتاده و بدنام در سطح بین الملل بابت قوانین محترم اسلام. آقا کشورها که یک ذره جان میگیرن، این داستان قوانین شهر غیر قانونی میکنن. آقا مصر، ترکیه غیر قانونی، قوانین قرآن غیر قانونی میکنن. مایه بدبختی جامعه هستن این قوانین قرآن. هر کی دزد کرد اول از اینجاش ببرید، دوباره دزد کرد یه پاشه ببرید. خب تکلیف این بدبخت باید چی میشه؟ الله فرموده. سنگسار کنید. هر کسی کسی کو اینو بدید اونا بکشن. خب این که وحشیگری مطلقه، که این وحشیگری به ابتدایی ترین شکلشه. چه چیزی یکی کش اینو بدید به حسن را هر تغییر اونو بکشه؟ این قوانین الهی است. تا ابد، تا روز قیامت باید اینها پایدار باشد. آقا جواب زیر این باران نمیرن. انسان مدرن زیر این قضایا نمیره. اینا مقدسات نیست، اینا مهملاته. مایه بدبختی انسان آقا در این کره زمین بوده است. انسان اقلا نمیدونم چی 1 میلیون سال، 2 میلیون سال سابقه، چند میلیون سال سابقه انسان روی کره زمین هست. چون خبری نبود، یه مرتبه 2000 سال گذشته شروع کردن پیدا شدن، آسمان پیدا شدن. خداوند خلق کرده است. چرا زودتر خلق نمی کرد این خداوند؟ خوابش برده بود؟ چرا زودتر نمی فرستاد این انبیا و رسول را؟ برای تحمیق برده و جناب عالی.
متاسفانه انقدر همق و گولی بین بعضی از ما هست که قبول میکنیم خب این جناب آقای حقای محترم این 100 سال پیش بودی دین درست کرده بود افتادم دنبالش. اگه یه ذره این جوهر داشت یه چیزی نشون میداد یه کار شجاعانه میکردی دین درست کرده بود. آقا مگه نرفتی دانشمندان ایرانی دیدم دنبال این بودن فوق لیسانس ها میرفتن براش کار میکردن. اون حخاهای اون روزگار بودن قربتون برم در اون مقطع تاریخ هم در عربستان نگاه بکنید 7-8 تا پیغمبر پیدا شد این زودش بیشتر بود داد اونا رو کشتن سرشون رو بریدن. مسیلمه طلیحه برید نگاه کنید آقا تاریخ رو بخونید. حالا ما به این کارا کار نداریم. مشکل ما عزیزم مشکل ما امروز حکومت دینی است و این داستان ها. یک زمانی دستگاه ابا عبدالله الحسین رو ما بهانه کرده بودیم برای اینکه بگوییم ما مظلوم هستیم. این هم سمبل مظلومیت ماست. ای بنی امیه ما با شما یکی نیستیم در راه شما نیستیم. ای بنی عباس ما سینه میزنیم برای حسین. امروز که دستگاه حسین مگر دستگاه حسین امروز دستگاه جبار دروغ نیست مگر دستگاه سرکوب نیست این دستگاه حسین. مگر این دستگاه ائمه شیعه وسیله تحمیق و فقیر کردن ملت بیچاره نیست؟ حالا ما دو کار باید بکنیم یا با آخونده هم صدا بشویم ما هم سینه بزنیم دنبال اینها تقویت بکنیم که بله درست میگه 20 روز تعطیل کنید برای فاطمه کشتن لگد زدن لگد زد از عمر نمیشه کرده دروغ از بن دروغ. این ضد اسلام اساسا که شما واقعا مسلمانه نمیدونم چیز هستیم آقا باید بچسبیم به همون دستورات و همون سیرت ها و همون داستان ها و اینها. برای محمد که شارع بزرگ و پیشرو هست و این همه آوازها از شهر بود یک روز اینها یه اسمی میارن. برای حسین یه ما میزنن تو سرشون. آقا این از اون مهمتر بوده؟ این آیا نفی اون نیست شرافتا؟ محمد کاری نیست اسمش نمیارن. دیدی شما یکی میگن یا محمد یا حسین یا ابو عبدالله یا اصغر. آقا اگه این اسلام و مسلمان نیست پس از محمد چرا خبری نیست؟ از الله هم خبری نیست. پسر ابو طالب شده خدای ایران. آقا اینا مسخره است. اینا واقعا خنده آوره. اینا مایه نکبته. این چه داستانی است؟ آقا سر ما در آوردن. یک زمانی ما یک کارو میکردیم که با از دست اینها راحت بشویم. از دست ترکای عثمانی و شیبانی و بنی امیه و اینا که سنی بودن و اسلام راستین در دست اونها بود. ما اساسا نمیخواستیم به ما نمیچسبید. درش عاطفه نبود. همین در داستان کربلا و عرض میکنم یه حکایاتی که درست کردم هزار و یک جور عاطفه انسانی جاری است که با سنخیت با ذهن ما داشت. ما مردمان عاطفی بودیم قبل از اینکه اینا بیان سوک سیاوش میگرفت. نگاه کنید رستم گریه میکنه. آقا رستم گریه میکنه. توی آمریکا به بچه‌ها کوچیک میگن آقا مردی گریه نمیکنه. اما رستم ما گریه میکنه به جهت اینکه ما مردمان عاطفی بودیم عواطف دقیق داشتیم انسان بودیم. همین داستان علی اصغر رو که تیر حرمله به گلوش خورد نمیدونم حسین صرف اینها ما عواطف خود در اینها جاری میکردیم. امروز این دستگاه شده دستگاه زور و آدم کشی و عرض میکنم جنایت و خیانت به این ملت. حالا تکلیف ما چیست؟ جستجوگر یک ذره آزادی هستیم. باز دنبال آخون را بیفتیم سینه بزنیم برای اینها؟ خوردند و بردند و کت خز پوشیدند و اموال ملت ایران رو بردند. هر روز یک زن میگرفتند به عیش و عشرت زندگانی کردند. حالا در قرن 21 ما باید گل به تن بمالیم و دنبال آخون را بیفتیم و عرض بکنه مرام آخوندی رو گسترش بدهیم که آقا حسین رو در کربلا کشتن دیگه به نفع ما نیست. این داستان عرض میکنم یک روزی ابزاری در دست ما بوده است امروز مار شده و افتاده به جان ما. این عرض کنم که دوال پاشو داره ما رو خفه میکنه. چه داستانی آقا؟ مظلوم بچه های گرسنه ایران هستن. تشریف بردین بلوچستان تشریف بردین نمیدونم کردستان. این 40-50% این مردم غذا ندارن بخورن پولشون آقای احمدی نژاد و تشکیلات رهبری میبخشن. آقا به چه اجازه چه کسی شما پول مردم میبخشید؟ هواپیما میبخشید میلیون میلیون به تروریستا.
میکشن، تجاوز. آقا تجاوز میشه در اون مملکت به دخترای مردم، دستگاه ابو عبدالله جز مقدسات بعد حساب یا اون مردک گیلانی پیران سر داره جنایت میکنه هنوز در اوین. ببینید چه جنایاتی کردید. یک عمری برای ابو عبدالله سر روزه میخونده گریه میکرد و خمس و زکات میگرفت و فلان حرفا. از این نکبت واسه این ملت خودش بتونه نجات بده. آقا جان راهی نداره. آقا جان این داستان دین و گندم تشکیلاتش برای آدم بوده، آدم که برای این نبوده. هزار بار عرض کردم خدمت شما، ایرانی که نباید فدای این داستان بشه که فلان عرب رو کش. نه، این مقدسات شد برای ما. خود عربا قبول ندارن. آقا جان اینا، بابا جان اینا باستی در مملکت خودشون بیشتر ابهت داشتن، بیشتر اینا احترام داشتن. کسی اینا رو نمیشناسه اونجا. برید ببینید آقا اصغر اکبر اینا میبرد دنبال کار زندگی، از اینا زیاد بوده. یک روزگاری ملت بیچاره رنج دیده ایران واقعا رنج دیده در این ملت تاریخ جهان. بنده میگم ایرانی است. شما نگاه بکنید آقا، نگاه کنید به تاریخ. اسکندر آمده، خیلی خوب جبران کریم اسکندر رو، دهاقین خراسان شجاعان پیدا شدن بیرون کردن. ساسانیان آمدن آداب و رسوم ایرانی رو گستردن. مختلف‌ترین کشور جهان ایران زمین بود، برترین هنر هنر ایرانی بوده، نامش با افتخار می‌رفته در از قلم مورخان بزرگ ایران زمین، پارس، پرشیا. بعد اینا اومده روز به روز نکبت گسترده شد، بدبختی و انحطاط رفته رفته رفت. آقا ما بدهکاری نداریم به این داستان. انسان هیچ بدهکاری به مذهب نداره. حق انسان است که آزاد باشه و جستجوگر سعادت برای خودش و فرزندانش و خانوادش باشه. آیا این میسر هست؟ آمدن کشتن، زدن، غارت کردن، بردن. عرض کنم که هر خوبی بد شد، هر بدی خوب شد. ما گفتیم حالا میگیم اشهد ان لا اله الا الله. این عربه اومده در مدن میگه سرت میبرم. ما میگیم اشهد ان، کار خودمون میکنیم، اشکالی نداره یه کلمه. حالا بیان دم در به بندم بگو. میگم والله. میگه یا خودمون یا زن و زنت میبریم، بچه‌ات هم بسیم، بچه سرت هم میبریم میفروشیم، یا بگو. ما میگیم میگیم آقا جان کار نداره که میگیم. ولی نه اینجوری نبود. ما از یه گفتی مفسده از همونجا شروع میشه. دو نسل که بگذره دیگه تمام شد. هیچ کدوم از ما هم که به انتخاب، آقا این انتخاب نکردیم که آقا جون بندم بچه شیعه هستم، علمای بزرگ در پرونده دارم، پدران من از طرف پدری. آیا ما انتخاب کردیم؟ مقایسه کردیم؟ فکر کردیم؟ تحقیق کردیم؟ چه کردیم؟ حالا از اینا گذشته کدام اهانت رو ما کردیم؟ ما جز حقایق، آقا ما که همش تاریخ‌های بزرگ مورخان اسلام رو آوردیم اینجا. اگه گفتیم آقا حضرت علی بن ابی طالب دور شکم 14 رجب بوده، آقا از گفت مورخ گفتی. اگه گفتیم حسن پول گرفت گفت به پدرم لعنت کن، از قول بزرگترین مورخان اسلام بود. اینا که من نگفتم، که اینا خود آخوندان دارن چاپ میکنن، میدن بیرون، من نمیخونم برای شما. شما نخوندی. اینها بود از گرفتاری و بدبختی و عرض میکنم که نکبتی که بر ما حاکم شده. هموطنا حکومت های دینی رو سرنگون کردن بسیار مشکل تر است از ساقط کردن حکومت های عرفی، به جهت اینکه جهال همیشه هستن، آدم های نادان و ناآگاه که دنبال همین قضیه تقدس آخوندی هستن و این داستان ها. من تعجب میکنم از این تحملی که ما ایرانی ها داریم. واقعا در تاریخ بی نظیر بوده این حلم، این سهلنگاری در کار زور و جنایت. آقا در هر کشوری بود دختره مردم میبردن تجاوز میکردن، دختر 4-13 ساله 10 ساله، بعد میکشتنش. فرد من آقا پول فشنگشه بده اینم داماد تو، زمین شکاف برمیداشت، آقا آسمان به زمین میامد از غیرت اون ملت.
زدن به بیخیالی، یک عده جوان بر پای منقل، یک عده پای منبر. آخوندم داره کار خودش میکنه. تا زمانی که ما تصور کنیم که این آخوندها نماینده دین هستن و اینها مقدس هستن، عرض میکنم که تقدس دین رو اینها نمایندگی میکنن، وضع ما از این بدتر خواهد شد. آقا داستان دین به انتخاب، عزیز من، جامعه ایرانی یک جامعه بوده، نگاه کنید انواع و اقسام ادیان بودن، به راحتی میزیستن، اون چنان دارن خالص و یک دستش میکنن که بیا و ببین، چهار تا یهودی و مسیحی و زرتشتی و اینا بود که اینا همه قبل از اینکه اسلام عزیز به وجود بیاد و همدر رو شروع بکنه، اینا در این مملکت ما بودن، به راحتی میزیستن، آمدن همه رو دارن فراری میدن به انهای مختلف، شیعه خالص درست بکنن. کسی نمونده واقعا از اقلیت‌های مذهبی در ایران. قانون گذاشتن اگر یک شیعه، اگر یک مثلا بهایی را بکشد اصلا دیه ندارد، یه ارمنی را بکشید دیه ندارد، یه پدر پسرش را بکشید دیه ندارد، آزاد، مالکش را میکشد دیگه، چیزی نیست، نه قوانینش. بنده که اینجا عرض میکنم که خودم را آزار نمیدم بیام اینجا شمارم آزار بدم بشینم اینجا نمیدونم توهین کنم به مقدسات. شما به من مقدسات نشون بدید اول، ببینیم چه چیزی مقدسه، کدوم مقدس، تقدس در چه چیزی. آقا جان هر مطلبی رو، هر پدیده ای رو از نتیجهش ما قضاوت میکنیم، میگوییم دموکراسی خوب است به خاطر نتیجهش، استبداد بد است این نهانه نتیجهش. چه نتیجه ما از این داستان گرفتیم جز بدبختی و نکبت و خرافات؟ که حالشون تقدسش در کجا بود، مقدس از کجاست؟ روزگاری بود آقا، انتخابی بود، مردم اگر میخواستن سینه میزن، نمیخواستن نمیزن، باید اینجور باشه، هرکس میخواد چادر مینداخت، هرکس نمیخواد نمینداخت، هرکس میخواست به مشهد میرفت، قهرمان ایرانی رو نمیآوردن بگن آقا مدالت رو چی گرفتی از حضرت، نمیدونم چی چیز، رضا مگه وزنه بردار بود؟ جوجه و مرغ رو به نظر ممکن است که بر می داشت، بله، چون اینا کارشون بوده پرخوری، بیشترشون از پرخوری مردن، مفتخور پرخوره دیگه. چه تقدسی هست در این داستان ها من نمی فهمم، چه کار برای ما ایرانیان اینا کردن، چه هدیه ای برای ما آوردن؟ آقا چی شد این مملکت؟ پس کجا رفت اون ایران؟ ایران بزرگ کجا رفت؟ فضیلتاش و شجاعتاش چه شد؟ شما مقدسات ما رو توهین میکنیم به مقدسات ما، ببینیم نشون بده، ببینیم تحلیل کنیم ببینیم آقا به تشم کجا میرسه؟ خداپرستی که اینقدر هشم و زوائد نداره آقا جان، خداپرستی که دیگه اکبر اصغر درش نیست که. امام اول، فرزندان امام اول، امام دوم، فرزندان امام دوم، امام سوم، فرزندان امام سوم، ماشاءالله اینا میافتادن بین زنام، نمیفهمیدن چیکار میکردن، یکی دوتا هم که تولید نمیکردن که. این حضرت علی علیه السلام کرم الله وجهه وقتی ضربت خورده بود میگفت من همه این زنا رو چیز کردم، کلفتا رو، کنیزارم، کنیزا کی بودن؟ خواهر مادر ما، شما که میگرفتن میبردن اونجا، اینا میمدن جدا میکردن میبردن مثل گوسفند. و شهر مقدس میگوید با کنیز هر کاری بکنید کردید، کنیز حق نداره، چون گفت با کنیزا هم همه خوابیدم، معاینه کنیم یک کدومش بچه داره، 60 تا بچه داشته این آدم، آقای آدم با عقل درست شما میشناسید 60 تا بچه درست کنه؟ اینا هم مقدساته، مقدسات تولید میکرد دیگه. آقا جان خداشناسی که این چیزا رو نداره، آقا جان خود این اسلام بدبخت هم این چیزا رو نداره، بابا جان میگه آقا من اومدم اینجا نمیدونم چی خدا الله به من اینو گفت فلان، اینم کتابم این چیز کنی فلان.
گاید اول توحید. این توحید داره معنی است آقا، این یه مفاهیمی داره آقا. مذهب رو به چند وجه میشه بهش نگاه کرد، یکی وجه شخصیه، یکی وجه فلسفیه، یکی وجه عرفانیه. توحید خدای کس و دو نیست، نه معنیش این نیست که خدای کس و دو نیست، یعنی انسان تمام توجهاتش رو به یک امر متعالی معطوف میکند و اگر درست فهمیده بشه بعد این ممکن است ذهن رو به تعالی ببره، چون شما در باب یک امری صحبت میکنید که هر که شما متعالی باشید اون باز امر از شما متعالی تر، این ممکن است سبب گسترش اندیشه بشه. برعکس زیان هم ممکن است وارد بکند به واسطه استبدادی که در کلام ممکن است نماینده خدا تحویل بکند. خب در این زمینه توحید اگر ما عرض کنم که حسین رو بر الله ترجیح دادیم، علی رو بر الله ترجیح، این شرک نیست؟ آخه اینا کی بودن؟ اینا آدم بودن مثل من شما؟ فکر نمی کنم مثل من شما بودن، معذرت میخوام. آدم های جاهل و نیمه جاهلی بودن آقا در اون 1500 سال پیش. اینا شما نگاه کنید چه جنایاتی میکردن. بنده میارم تصویر مبارک ایشون که در موزه هست، نشسته یک شمشیری کشیده دو دم دستش اینجوری نشسته میخواد شکمی که پاره کنه، من نمیدونم با چه قیافه‌ای و چه هیبت و هیئت ایرانیای بیچاره اومدن. هر فضیلتی در رستم بود، هر فضیلتی در بزرگان گذشته ایران بود، متمرکز کردن در یه چیز ایرانی ساز به نام علی. ربطی نداره به اون داستان. اگر شما میدیدینش وحشت میکردی، فرار میکردی، از 100 کیلومتر در میرفتی، از قیافش و از هیبت و شکمش و شمشیرش و سر و پای خونینش و مقدسات ما توهین کردی. آقا اشتباه میگم بفرمایید ببینید کجاش من اشتباه میگم، کلی نفرمایید آقا در فلان مطلب شما اشتباه کردید. چون تنها قاضی اینجا ریزن هست، خرد. ما قاضی دیگری نداریم. شنیدید که مغلط میکرد؟ شما قرآن رو با عقلت نمیفهمید، پس با شست پام باید بفهمم یا با قوزکم با کنده زانون باید قرآن رو بفهمم؟ با عقلم باید بفهمم؟ چون تنها نیروی در راکه در این یونیورس خرد انسان و عقل انسانه. چطور با شما با عقلم نمیفهمم؟ چطور من قوانین نیوتن و اینشتین نمیفهمم؟ این حرفا رو نمیفهمم؟ اقتلون رو نمیفهمم؟ مغلطه میکنن، میبینن مستدل نیست. دو کلمه میخونیم، این یکیش با یکیش مخالفه، میگه آقا این که خرابه بس، تو نمیفهم، با عقلت نمیفهم، با خونده زانوت باید بفهم یا با ظرفه ماهیچه پات باید بفهمی. مقالطات رو ببینی. باز برمیگردیم به اصل قضیه، هیچ آزادی خواهی با دین کسی کاری نداره. آقا باید یه جامعه باشه یهودی بهایی زرتش، اصلا وظیفه دولت نیست از این حرفا هم حتی بزنه. وظیفه دولت است از آزادی های مردم پشتیبانی کند که یهودی بتواند یهودی باشد، بهایی بتواند بهایی باشد، مسلمان بتواند مسلمان باشد، سنی سنیگریشو بکنه، شیعه شیعه‌گریشو بکنه، معبدش رو بسازه، بره اونجا پرستششو بکنه به نحوی که او میشناسد. اینا اومدن با پالهنگ و زنجیر آقا این ملت رو ببره به بهشت. یه مش آدم جهنمی باطل گمراه دروغو آمدن این ملت بزرگی برن به بهشت. نمیشه ما با شما رو به بهشت، چاره نیست، شما حوری لازم داری. آقا من نمیخوام تو سرت بخوره این حورید، اصلا بوگن میکنه اون بهشت شما، متعفن آدم حالش به هم میخوره از این بهشت. حوری 80 متری و نمیدونم عسل فلان و شیر شطور و این بساطا. حالا در اونجا نمیدونم باغ مصفایی بود، کتابخانه های مجللی بود، نمیدونم مرکز تحقیقاتی بود، چیزی بود، میدان گالفی داشت، میدان تیراندازی داشت، نمیدونم تشکیلات بسکتبالی چیز بهم یه چطور شیر چطور بخور اونجا آب بخور بیفت رو حوری. به خاطر که ایدئال‌های عرب بیابانی در اون زمان همینا بوده، چیزی نمیشناخته، دنیایی نمیشناخته، یه شطوری داشته خرمه رو میخورد میافتاد به فکر زیر شکمش، بخاره عرب خوشش میاد بگیم آقا اونجا هم هست با کره. ما یه ننگی واقعا این حرفا، اینا مقدساته یا مهملاته؟ شما بفرمایید ببینید. بنده که حاضر نیستم توی بهش 5 دقیقه بمونه. بوگند اون شیر شطور، اون مگس، اون دور اون عسل، چی حالا عسل اصلا شیر شطور عسل؟ حالا آدم به هم نمیخوره.
بزرگوارا که این طراحی رو کردن نمی‌سن آقا 40% معده مردم شیر بخوره اصلا حالش به هم می‌خوره. شیر است و عسل است و حوری. اینم پاداش. اما مبادا که با حرفای آقا مخالفت کنی، پوستی از سرت الله میکنه که سیخای داغ و نمیدونم این جهنم رو بنده باستی برم اینجا خدمتتون توصیفات جهنم رو. آقا مگه ما نامه نوشتیم به این خدا که ما رو خلق کن؟ آقا ما مجبور اجبار میرم. خب عشقی میگوید من به این خلقت راضی نبودم، زور بود. حالا خدا شروع میکنه پوست کندن، هی آتیش زدن و سوزوندن، دوباره پوست کندن. آقا این مزخرفات چیه آقا جان؟ لااقل یه حرفی نزدن که با عقل و منطق سازگار باشه. آقا جان هر مکافاتی متناسب با جرمه. نمیشه که گناه کبیره کنم من یه دیوان شراب بخورم تا ابد خدا هی منو بسوزونه بعد دوره پوست جدید خلق کنه منو بسوزونه. مگه دیوانه است این خدا واقعا؟ اینا احکامش. چاهی هم داره اون تهمه ها، دشمنان علی رو میبرن در اون چاه. اینا برشو بکنیم، اینا دیوانگی بوده. وقتی ملتی به انحطاط بره همین داستان ها میشه دیگه، خرافات و مکافات و اینا. بعدش هم یه آخوندی میاد دیمش اهریمن واقعا از خدا بی خبر رو حاکم میکنه به ملت بزرگ، این بلا رو بروزش بیاره. چنان بخشش میکنن که عمر از بیت المال. اینا اونجوری نگاه میکنن به قضا، اینا فکر نمیکنن بودجه ملت این بیچاره است. هر یه بشک نفتی که داره میره بیرون این 70 میلیون گرسنه پای این نشستن، یه 12 میلیونی دو خوشون جمع کردن. این عمر که گفت به بدر یا دو برابر بدهید، اینا هم نشستن دو برابر سه برابر خودشون میخورن. هر کس هم هر کس دهانش خورد میکنه. اینم دینشونه، اینم تشکیلاتشون، اینم فلسفه وجودشونه. اینا این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن والله اعلم بالرشاد. این همه درده واقعا. من دیدم بعضی هموطنان بعضی چیزا رو میگن میخندن، مثلا میگه آقا ما فلان مطلب گفتیم خندمون گرفت، خیلی خندی خوشمزه بود. آقا چه چیز خوشمزه در این تاریخ هست شما بخندی؟ کجاش خنده داره این زندگی نکبتبار این ملت ما در این طول این تاریخ؟ نگاه کنید ببین همش تاریخ اسارت بوده، بعد از عرب اسارت بوده و کشتار بوده و غارت، غارت، کشتار، اسارت، خرافات. خب هر شبت که فردا شب به خدمت شما هستم و در باب بخش نخستین زندگی محمد رضا شاه صحبت میکنیم. دوران کودکیش چه کرد، کجا رفت، رضا شاه میخواستیم چه کاره بشود و دوستانش که بودن، شهری که در تاریخ خودشون نوشتن ما خواهیم خواند و این دوره از تاریخ رو به دقت بررسی میکنیم. یعنی از روزگار محمد رضا شاه تا رفتن او در مملکت ما چه گذشت و قانون اساسی چه رفت و عرض میکنم که از 28 مرداد به بعد وضعیت کشور چگونه شد، بر مجلس چه رفت، چرا ما به این شکل در آمدیم. این همه دلایلش در همین پریود هست، به خصوص از همون مسلط شدن آمریکایی‌ها به ایران طریق CIA و اون تشکیلات که می‌دانید. فردا شب شروع می‌کنیم از ابتدای کار. داستان بسیار شنیدید اما حقایق رو اینجا ممکن است بشنوید. تا فردا شب و با سپاس مجدد از دوست عزیزم آقای فروزش و همه دوستانی که در اونجا بودن، من نمیدونم واقعا اسمشون رو باید بیارم یا نه، اما فروزش رو اسمشون میارم به جهتی که میدونم ایشونم عرض میکنم که مثل بنده ساکن اینجاست فعلا، خودشون خانومشون و عرض کنم که خانواده محترم. سپاسگزاری میکنم از آقای میرچی بابت کارگردانی برنامه و شما هموطنان بسیار گرامی در اقصانگاهات گیتی که بسیار محبت دارید و همزبانان گرامی، تسلیت میگویم به برادران و خواهران افغان بابت درگذشت محمد ظاهرشاه. این خیلی انسان باید فضیلت داشته باشه که پادشاه یک مملکتی باشه دراز مدتی و به جنایتی منتصر نباشه، برگرد مملکتی. پیداست مرد خوبی بوده این محمد ظاهرشاه. باری
تا فردا شب. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی.